درس هفت سال سوم. بچه قیافه درس هفت اصلا نشون نمیده که این درس درس مهمیه. تو سالهای مختلف هم اگر بررسی کنید میبینید که تست خاصی نیومده. اما اگر من بخوام سوال خوب ازش بدم، از درس هفت تو بخش آیات یه نکته داره که بهش خواهم رسید. توی متن هم یه سری کلید واژه هایی داره که توی 4 تا سرتیت اون نکات رو بهتون خواهم گفت. اما اصلی ترینش اینه که بعد از درس 6 میخواد بگه هشدار قرآن کریم اینه که جامعه‌ای که خود رسول خدا بنا نهاده امکان انحرافش هست. بریم دقت کنید بچه ها، رسول خدا 3 تا دسته 4 دینی 3 بگید: دریافت ابلاغ وحی، تعلیم و تبیین تعالیم الهی مرجع دینی و بحث ولایت ظاهری. حالا ولایت معنوی فعلا بذاریم کنار. حالا تو بحث امامت دریافت و ابلاغ وحیشو گذاشته کنار کتاب، اما مرجعیت دینی و ولایت ظاهری هنوز ادامه داره. دقت کنید مسئله بخونیم با هم دیگه. مقام امامت پس از رسول خدا ادامه میابد و بر اساس تدبیر حکیمانه خداوند، قرآن کریم و اهل بیت پیامبر اسلام به عنوان دو میراث گرانبها تا آخر الزمان راهنمای ما انسانها به سوی رستگاری و فلاح خواهند بود. به عنوان دو میراث گرانبها، حدیث ثقلین، اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله اطرتی. هشدار قرآن کریم به مسلمانان عصر پیامبر نیازمند دقت و توجه فراوان است. این هشدار گویای آن است که خطر انحراف از مسیر الهی و دور شدن از جامعه توحیدی حتی برای جامعه‌ای که به دست پیامبر هم بنا شده وجود دارد. امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی نحوه عمل مسلمانان پس از رحلت پیامبر را مشاهده کرد، با روشنبینی و درک عمیقی که از نتیجه رفتارها و وقایع داشت، در سخنرانی‌های متعدد مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می‌داد. به زودی پس از من زمانی فرا خواهد رسید که در آن زمان چیزی پوشیده‌تر از حق و آشکارتر از باطل و رایج‌تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد. اینا رو دقت کنید، یعنی پیشبینی‌های حضرت علی علیه السلام. چیزی پوشیده‌تر از حق و آشکارتر از باطل و رایج‌تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد. ادامه‌ش هم دقت کنید. نزد مردم آن زمان کالایی کم بهاتر از قرآن نیست وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود، و کالایی رایج‌تر و فراوانتر از قرآن نیست آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیا طلبان معنایش کنند. در آن ایام در شهرها چیزی ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست. آن مردم در اختلاف با یکدیگر و پراکندگی متحدند و از اتحاد و یگانگی روی گردانند. گویا آنان خود را راهنمای قرآن می دانند، نه قرآن را راهنمای خود. از قرآن در میان آنان جز نامی باقی نمانده و جز خط و نوشتش چیزی از آن نمی دانند. دقت کنید، پیشبینی حضرت علی علیه السلام برای جامعه بعد از رسول خدا، اون هشدار قرآن کریم و خطر انحراف هم دقت کنید. کالای کم بهاتر از قرآن، فراوانتر از قرآن نیست زمانی که بخوان به نفع دنیا طلبان، و کم بهاتر از قرآن نیست وقتی بخوان به درستی خوانده شود. ناشناخته تر از معروف و خیر، شناخته شده تر از منکر و گناه نیست. اینا رو حواستون باش. امام علی علیه السلام درباره رفتار بنی امیه که آن را نتیجه سستی مسلمانان می‌دانند می‌فرماید: به خدا سوگند بنی امیه تا آنجا در ستمگری و تجاوز پیش می‌روند که هر حلالی را حرام نمایند و هر پیمانی را که بستند بشکنند. هیچ کلبه گلی و خیمه فقیرانه ای نیست مگر آنکه ظلمشان را ببینند و فشارشان را تحمل کنند و متفرق سازد. کار به آنجا خواهد رسید که هم گروهی که دینشان را میخواهند بر دینشان بگریند و هم گروهی که دنیای خود را میخواهند بر نابسامانی دنیای خود گریانند، و از بگونه ای شود که هر کس بخواهد داد خواهی کند و از کسی یاری بطلبد باید نزد همان ظالمان برود و از آنها کمک بخواهد. پیشبینی حضرت علی علیه السلام در مورد بعد از رحلت رسول خدا در زمان بنی امیه این اتفاقا خواهد افتاد.
اسلام پس از رحلت پیامبر، پس از رحلت رسول خدا در سال 11 هجری حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری که پیامبر اسلام برنامه‌ریزی کرده و بدان فرمان داده بود خارج کرد و در نتیجه نظام حکومت اسلامی که بر مبنای امامت طراحی شده بود تحقق نیافت. دستاورد این پیش آمد آن بود که امامان معصوم با وجود حضور در جامعه فاقد قدرت و امکانات لازم برای اجرای همه جانبه مسئولیت‌های خود شدند. مسئولیت‌های خود کدوم‌ها بودند؟ دریافت و ابلاغ وحی در زمان رسول خدا. خب اینو بذار کنار. تعلیم و تبیین تعالیم الهی، مرجعیت دینی و بحث ولایت ظاهری. این دو تا مسئولیت رو دقت کنید که برای امامت بوده. پس از گذشت 25 سال از رحلت پیامبر، فقط در یک دوره کوتاه 4 سال و 9 ماه اداره حکومت به حضرت علی علیه السلام رسید و ایشان در همین دوره کوتاه عالی‌ترین نمونه انسانی حکومت را به همه نسل‌ها در سراسر تاریخ عرضه کرد. جانشینی رسول خدا به دست کسانی افتاد که با نفرت و کینه با آن حضرت مبارزه کرده بودند و فقط هنگامی حاضر به اسلام آوردن شدند که پیامبر اکرم شهر آنان مکه را تصرف کرد و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت نداشتند. ابو سفیان که رهبری مشرکان را بر عهده داشت، حدود 2 سال قبل از رحلت پیامبر به ناچار تسلیم شد و به ظاهر اعلام مسلمانی کرد. معاویه پسر او در سال 40 هجری به نام جانشین پیامبر حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خلافت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد. او یزید را جانشین خود قرار داد، شخصی که از هیچ کار زشت و ناپسندی عبایی نداشت. زنان زیبا را حتی اگر در عقد دیگران بودند مجبور به طلاق میکرد و به کاخ میآورد. احکام خداوند مانند نماز را به بازی و مسخره میگرفت. آشکارا شراب میخورد، سگ بازی و میمون بازی کار روزانه او بود. چنین شخصی نوه گرامی پیامبر امام حسین علیه السلام و یارانش را با چنان وضع هولناکی به شهادت رساند و خانواده ایشان را به عنوان اسیر در شهرها میگرداند. جانشینان وی تا سال 132 هجری قمری بر مردم حکمرانی میکردند، یعنی بعد از رحلت رسول خدا تا سال 132 اینها رو بهشون میگفتن بنی امیه، چون امویان بودن ابو سفیان و بقیهشون. پس از سقوط بنی امیه در زمانی که امام صادق علیه السلام رهبری شیعیان را بر عهده داشت، حکومت مسلمانان به دست بنی عباس افتاد. آنها ما اینکه خود را عموزادگان ائمه عطا می دانستند و به نام اهل بیت قدرت را از بنی امیه گرفته بودند، روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر از چیزی فروگذار نکردند، به گونه ای که جز نامی از اسلام باقی نمی ماند اگر تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده از پیامبر نبود، دو میراث گرانقدر آن حضرت قرآن کریم و ائمه اطهار نبود. حالا مسائل مشکلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی پس از پیامبر. دقت کنید بچه‌ها، ممنوعیت نوشتن احادیث، تحریف، ظهور شخصیت‌ها و تبدیل حکومت عدل نبوی به قیصری و کسرایی. این 4 تا سطری تو بچه‌ها بلد باشید. کلیدواژه‌ها و شاخه هایی که از زیر این سرتیترا بهتون میگم و همینا رو کافیه برای تستا بدونید و یقینا میتونید تستای متن این درس هم راحت بزنید. بریم سراغش. 1. ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر. 2. تحریف در معارف اسلامی جعل احادیث. 3. ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد. و 4. تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی. حالا سراغ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر میریم. پس از رحلت رسول خدا نوشتن احادیث آن حضرت ممنوع شد. به همین جهت کسانی که به احادیث علاقمند بودند فقط میتوانستند آنها را به حافظه بسپارند، که میتوانند حافظه آن حدیث، و از این طریق به دیگران منتقل کنند. نگهداری حدیث به این شیوه چند اشکال اساسی داشت، از جمله اینکه احتمال خطا در نقل احادیث افزایش می‌یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت‌ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم می‌شد. دقت کنید بچه‌ها، وقتی که نوشتن احادیث ممنوع بشه، این جمله رو بگم،
کمرنگ ترین قلم ها از قوی ترین حافظه ها ماندگار تره. عبارت هایی که شما میبینید و اگر کنارش یادداشت کنید، نکته به نکته آنچه را که دریافت میکنید و بنویسید به صورت نکته، این برای شما ماندگار تر خواهد بود. امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصلش هم وجود داشت. شرایط مناسب برای جاهلان حدیث فراهم می آمد که بر اساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف حدیث بپردازند یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی حدیث خودداری کنند. نگهدار، جاهلان حدیث. بچه ها اگر جاهلان حدیث رو دیدی، یعنی شرایط مناسب برای جاهلان حدیث، شرایط مناسب برای جاهلان حدیث، مال کدوم سرتیتره؟ ممنوعیت نوشتن از احادیث پیامبر. شرایط مناسب برای جاهلان حدیث، نوشته نشدن حدیث سبب میشد که مدرک و منبعی که از طریق آن بتوان احادیث درست را از نادرست تشخیص داد در دست نباشد، و مهمتر از همه این که مردمان و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره میماندند و به ناچار سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت میدادند. اما یه نکته رو دقت کنید، البته این وضع برای پیروان ائمه پیش نیامد، زیرا احادیث پیامبر نزد ایشان حفظ شده بود. شیعیان این احادیث را از طریق این بزرگواران که خود انسان‌های معصوم و به دور از خطا بودند و سخنانشان مانند سخنان رسول خدا معتبر و موثق بود به دست می‌آوردند. تحریف در معارف اسلامی و جعل احادیث. برخی از عالمان وابسته به قدرت و گروهی از علمای اهل کتاب مانند کعب الاحبار که ظاهرا مسلمان شده بودند، از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسلامی مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند. برخی از آنها در مساجد می نشستند و داستانهای خرافی درباره پیامبران برای مردم نقل می کردند. این مطالب به افکار کسانی که از ائمه اطاعت پیروی نمی کردند جهت می داد و در کتابهای تاریخی و تفسیری آنان راه می یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان می شد. حالا حاکمان بنی امیه و بنی عباس اغلب به اندیشه هایی میدان میدادند که به قدرت آنان کمک میکرد و مردم را مطیع آنان میگردان. برخی دنیا دوستان برای نزدیکی به این حاکمان احادیثی از قول پیامبر جعل میکردن و از حاکمان جایزه میگرفتن. دادن جایزه به جاهلان، تحریف در معارف اسلامی. شرایط مناسب برای جاهلان، ممنوعیت نوشتن احادیث. یه با دیگه، ما دو تا کلمه داریم بچه، داریم موضوعی میخونیم. کلمه جاهلان، یکی گفته شرایط مناسب برای جاهلان، یکی گفته دادن جایزه به جاهلان. اگر شرایط مناسب برای جاهلان دیدی، شرایط مناسب برای جاهلان، این کلمه شرایط مناسب برای جاهلان میخوره به ممنوعیت احادیث. دادن جایزه به جاهلان میخوره به تحریف. دقت کنید تو تستا، این دو تا حواستون باش. ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد. عموم مردم در افکار، اعتقادات و رفتار و عمل دنبال روی شخصیت های برجسته جامعه خود هستند و آنها را اسوه قرار میدهند. حاکمان وقت تلاش میکردند که شخصیت های اصیل اسلامی به خصوص اهل بیت پیامبر به انزوا کشیده شوند و افرادی که در اندیشه و عمل و اخلاق از معیارهای اسلامی بدورند در جامعه جایگاهی برجسته پیدا کنند و الگوی مردم شوند. این گونه شخصیت ها در دستگاه حکومت بنی امیه و بنی عباس صاحب موقعیت بودند و به شهرت رسیدند. دقت کن نکتهش. ظهور شخصیت ها، شخصیت های اصیل اسلامی به خصوص اهل بیت پیامبر، انزوا. اگر کلمه انزوا دیدی، معنی ظهور شخصیت هاست. حالا بریم جلوتر، کلمه منزوی دیدی، معنی تبدیل حکومت عدل نبوی به قیصری و کسرایی. تبدیل حکومت عدل نبوی به قیصری و کسرایی. پیامبر خدا حکومتش را بر پایه برابری و مساوات بنا کرد.
و اعلام کرد همه انسان‌ها از یک مرد و زن آفریده شدند و ملاک گرامت و گرامی بودن تقواست. پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا، جاهلیت در لباس جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت‌های با تقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت قرب و منزلت یافتند. دقت کنید. دو تا نکته: جاهلیت در لباس جدید مانع تبدیل حکومت عدل نبوی به قیصری کسرایی و کلمه منزوی. حالا بریم چهار تا رو با هم دیگه مرور کنیم. اگر شرایط مناسب برای جاهلان دیدی، ممنوعیت نوشتن حدیث. اگر دادن جایزه به جاهلان دیدی، تحریف. اگر کلمه انزوا دیدی، ظهور شخصیت های غیر قابل اعتماد. اگر کلمه منزوی دیدی، تبدیل عدل نبوی به قیصری و کسرایی. این چهارتا رو حواست باش. آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا در جبهه دشمنان اسلام بودند، پس از مدتی با تزویر و نیرنگ خود را در جبهه دوستان قرار دادند و به تدریج شیوه حکومتی قیصران روم و کسراهای ایران را در پیش گرفتند. آنان کاخهای بزرگ و مجلل ساختند، خزائن خود را از جواهرات گران قیمت انباشته کردند، اکثر املاک و زمینهای کشاورزی در کشور پهناور اسلامی را به مالکیت خود درآوردند و به عیش و نوش و عشرت پرداختند.